با عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان خوب و عزیز تلویزیون نور، برنامه چهره‌های آشنا، البته ویژه برنامه چهره‌های آشنا. خوشحالیم که امروز را همانطور که به شما وعده کرده بودیم با مهمان بسیار عزیز و گرامی خود جناب آقای دکتر سید حسن اخلاق، که جنابشان استاد دانشگاه در دو دانشگاه در مشهد هستند و دعوت رسمی از طرف دولت آمریکا دانشگاه کاتولیک واشنگتن دعوت بودند، تشریف آوردند. خوشبختانه ما هم از ایشان دعوت کردیم که این دعوت ما را پذیرفتند و امروز را در خدمت ایشان مهمان خانه های شما عزیزان و گرامیان هستیم. جناب آقای دکتر اخلاق، تشکر که دعوت پذیرفتین، خوش آمدین به پروگرام. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و خدمت تمام بیننده های محترم تلویزیون نور و هموطن های عزیز و فارسی زبان های ارجمند سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی و سرفرازی میکنم و شما هم تشکر میکنم به خاطر مجالی که فراهم ساختید و در مجموع به خاطر فعالیتی که در این برنامه و در جهت شناساندن هموطنان فرهنگی و ارجمند و تاثیرگذار ما داشتید و از اینکه به من مجال دادید و در حقیقت مورد لطف قرار دادید، شایسته برنامه خود دانستین، اینجا دعوت کردید، برها سپاسگزارم. امیدوارم که بتوانیم در این فرصت مفید واقع شویم و حرفایی برای گفتن و شنیدن داشته باشیم. بله، ممنون شما. ما هم افتخار داریم که چهره های آشنا امروز یکی از چهره های جوان، ارزشمند و با دانش کشور که واقعا باعث افتخار مردم ما و جامعه فرهنگی و علمی و پژوهشی ما هست، این مهمان عزیز در خودش دارم. جناب آقای دکتر اخلاق، ما روند کار ما در چهره های آشنا آغازش با معرفی مهمان ماست، که اگر مختصر محل تولد، زادگاهتان و بعد تحصیلاتتان، که خب جنابشون دکترا در رشته فلسفه غرب دارن و در دو دانشگاه، دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه در ایران تدریس میکنن و سفرهای زیاد رفتن. خب بشنویم از شما. عرضم به حضور شما، من در سال 1354 خورشیدی در منطقه سیغان و کمر در ولایت بامیان افغانستان به دنیا آمدم. تا 4-5 سالگی همونجا بودیم که بعد همراه با خانواده مهاجر شدیم به ایران قریب سال 1360 و از وقت تا اعمال استقرار ما بیشتر ایران بوده، هرچند که هر از چند گاهی به افغانستان باز میگشتیم و همین دو سال پیشترم مدت زیادی من وطن بودم و جاهای متفاوتی را دیدن کردیم. در ایران هم بیشتر کارهای ما کارهای فرهنگی و علمی بوده. خب تحصیلات ابتدایی و ثانویه را در همونجا گذراندم، بعد وارد دانشگاه شدم. لیسانس فلسفه و کلام اسلامی دارم، دوره ماستری را در دانشگاه بین المللی قزوین فلسفه غرب خواندم که تزیس ما پیرامون دوران معاصر از دیدگاه نیچه و هایدگر بوده و به عنوان تز برتر دانشگاه انتخاب شد و همین خودش یکی از پوینت هایی بود که راهیابی مرا به مرحله پیشتی یا دکترای تخصصی هموارتر ساخت. دکترای تخصصی خودم در فلسفه گرایش غرب گذراندم و از تز دکتری خودم یک سال پیشتر با عنوان نگاه تطبیقی به فلسفه انلایتنمنت غربی و مشایون مسلمان دفاع کردم. علاوه بر این توفیقی هم بوده، تقریبا بیش از 10 سال تحصیلات سنتی و کلاسیک دینی هم داشتم در حوزات دینی و اکنون هم فعالیت های پژوهشی و آموزشی داریم، تدریس در دانشگاهی که شما نام بردید و به عنوان محقق و پژوهشگر این طرف اون طرف به هر حال کارهای علمی هم انجام میدیم، گاهی خود کنفرانس های بین المللی هم در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با فلسفه، در رابطه با دین، در رابطه با مدرنیت و اینها شرکت کردم به عنوان یک افغان و الانم به عنوان مهمان دانشگاه کاتولیک در خدمت شما هستیم و به هر حال اینجا آمدیم. قبل از اینکه بریم صحبت شروع بکنیم،
جناب دکتر اخلاق سال 2008 رام با عنوان مهمان ویژه در 22مین کنگره جهانی فلسفه در کوریای جنوبی شرکت کردند که جنابشون یکی از سخنرانان بود و محفل بسیار بزرگ و کلانی بود در اونجا که تمام فلاسفه بزرگ جهان اونجا حضور داشتند. بعد از خود جناب پروفسور میپرسیم که بعدا او رو برای ما تشریح بکنن، روش صحبت بکنن. خب ما قبل از اینکه بریم روی صحبت های دیگه میخواستم که دو کتاب، سه کتابی که جناب دکتر را به طب رساندن و به چاپ رساندن، ما به اجازه شما امیر اکبر سه کتاب جناب دکتر اخلاق حاصل تلاش کارشون و پژوهششون تا به حالا سه کتاب است که یکی همین کتاب از مولانا تا نیچه، از مولانا تا نیچه، و کتاب دیگر به نام گفتمان فلسفی اسلام و غرب، گفتمان فلسفی اسلام و غرب، و هم کتاب سوم که با خود ناوردن و زیر چاپ است، کتاب سنت روش سنت روشن اندیشی در اسلام و غرب است. ما بیان که آغاز صحبت از این شروع بکنیم جناب دکتر، که همین کتابی که شما از مولانا تا نیچه نوشتین، خب خود نیچه که یکی از فلاسفه و فیلسوفان بزرگ غرب است که همون فلسفه نیچه ربط میگیره بر به اصطلاح روش راه ارسطو و اینا، میخواستم من در جایی خواندم که خود نیچه فلسفیش بر قدرتمند شدن و قوی بودن تکیه بیشتر داشت، یعنی زور وسیله به اصطلاح ماندن در جامعه و تمدن جامعه میدانست. بفرمایید برداشت شما چی فرق است بین این فلسفه اسلامی و به اصطلاح فلسفه نیچه؟ در رابطه با فریدریش ویلهلم نیچه، شما میدانید که نیچه یک فیلسوف مشهور قرن 19 است که در آغاز قرن 20 از دنیا میره و یک فیلسوفی است که تا هنوز هم در دنیا جذابیت ها و جاذبه های خاص خود داره و در حقیقت پیامبر پست مدرن ها محسوب میشه. ما الان در دوره زندگی میکنیم که گاهی اوقات در تقسیم بندی ها، خب قبل از رنسانس و قبل از قرون اجدر بهش میگه دوران پیشا مدرن، بعد دوران مدرنیته میشه و بعد اکنون که دوران پسا مدرنیته محسوب میشه. این دوران پیامبرش نیچه میگن، یعنی پیش خراول و کسی که زمینه عینی شدن و توریزه شدن اندیشه های این دوران را مطرح کرده است. خب نیچه همچون شخصیتی طبعا انسان بسیار بزرگی است، ولی مثل اکثر بزرگان دیگه مورد سوء برداشت های زیادی قرار گرفته که یک مقدارش هم به خاطر نوع برخوردی است که خود نیچه داشته، او تصوری که نیچه از فلسفه داشته، از تفکر داشته، که من در مقدمه و کتابم یک مقدار تذکر دادم مطلبه، و یک مقدار دیگه هم به خاطر این است که نیچه نحوه بیانش برعکس اکثر فیلسوفان که یک بیان ویژه خود داره، یک بیان خاصی که خب به هر حال شما اگر با ادبیات ارسطو آشنا نباشید، اگر با ادبیات ابن سینا آشنا نباشید، مطالب او را نمیفهمید، ولی نیچه با ادبیات فلسفی محض صحبت نمیکنه، بیشتر با ادبیات عرفانی، اشراقی، حماسی و شورانگیز و تکان دهنده صحبت میکنه تا با یک ادبیات نرم و آرام و آرامش بخش.
به همین خاطر خیلی از جوانان از نیچه از خواندن آثارش لذت میبره. در حدی که اوقات همچنان تصوری وجود داره که نیچه، آثار نیچه در حقیقت آثاری است که با فضای نهیلیستی و فضای بی‌بندوباری و فضای بی‌اعتقادی سازگار است. یک فضایی که تخریب بیشتر برش مهم است تا تأسیس، تا ساختن، تا اندیشه های جدید مطرح کردن. ولی این ظاهر نیچه است. ما در کتاب گفتیم که این نقاب است بر چهره نیچه و اتفاقا خود نیچه هم همیشه این سخن رو میگفت که من میترسم که خواننده های آثار من مانند سربازان غارتگری باشه که وقتی که وارد یک شهر میشن، یک خانه رو غارت میکنن، وارد اتاق که میشن، خب همون چیزای انتیک و چیزایی که به چشمشان زیبا میه همون رو میگیره و دیگه به خود کلیت او اتاق، کلیت او خانه، کلیت او شهر کاری نداره. من از این میترسم که نیچه میگفت، من از این میترسم که بعضی ها بیای کتابای ما رو باز کنه و چیزایی که به مزاقشان خوش بیایه، جملاتی که اونا رو حال میده، جملاتی که اونا رو شور میده، اینا رو بگیره و بقیه اندیشه ما رو، کلیت او رو متوجه نشه. و یکی از دردهای نیچه بود که متاسفانه اتفاق افتاد، چون خواهر نیچه بعد از نیچه مثل که در جامعه ما خیلی سوء استفاده هست از شخصیت های علمی و در همه دنیا بوده است، خواهر نیچه متاسفانه بعد از نیچه آثار او را تقدیم به هیتلر کرد و هیتلر دست او را بوسید و او را به عنوان فیلسوف نازی ها و فیلسوف به اصطلاح تفکر خود مطرح کرد و با توجه به او چهره که هیتلر داشت و اندیشه های که هیتلر داشت، خب از نیچه هم سوء استفاده لازم به کار برد و در حقیقت یک همچو تصوری از نیچه ارائه کرد که گفتم خود نیچه هم زمینه ادبی صحبتش هم زمینه رو مهیا ساخت. این ظاهر نیچه است، ولی گفتم باید این نقاب رو که خود نیچه هم نگرانی بود که گرفتار این نقاب باشه، این نقاب رو باید درید و وارد تفکر نیچه شد. شما با نام میشل فوکو آشنا هستید که یکی از فیلسوفای مطرح قرن بیستم هست. میشل فوکو میگه که من نیچه رو میخوندم و نیچه برام جذابیت چندانی نداشت، ولی بعد که هایدگر خوندم با عینک هایدگر به اندیشه نیچه نگاه کردم، نیچه برام یک چیز دیگه شد. واقعا من این حرف رو خودم هم تجربه شخصی کردم و درک کردم با تمام وجود خودم. خب در اوایل جوانی به مناسبت علاقه ادبی که داشتم، به مناسبت به اصطلاح اون بیان شورانگیزی که نیچه داشته، نیچه رو من همینطور میخواندم و لذت میبردم. حتی یک قسمتش کسیت ضبط کرده بودم که کاگایی که استراحت هم هستم صدای خود با بشنوم، در حالی که بعضی از مطالب شورانگیز نیچه را گوش میکنم. ولی بعدا با عینک هایدگر من نیچه را خواندم. با عینک هایدگر وقتی شما نیچه را نگاه میکنید، نیچه میشه بیانگر تمام تمدن 2400 ساله غربی و در اونجا شما میفهمید که اراده معطوف به قدرت که عنوان یکی از کتابای اساسی نیچه هم هست و به قول شما به عنوان یک فیلسوفی که صحبت از قدرتمندی و قدرتگرایی میکنه، اونجا میفهمید که این بد جوری برداشت شده و بد تفسیری از نیچه شده است. و من در تزیس ماستری خود کوشیدم یک تفسیر فلسفی از نیچه ارائه کنم که در حد که استاد راهنمای ما گفت که این کتاب در حد تدریس در دانشگاه ها نوشته شده است. تزیس شما برداشتی که شما از نیچه ارائه میکنید، در اینجا نیچه شعارش درباره اراده قدرت صرفا نباید تنهایی نگاه شوه، باید در کلیت بقیه اندیشه های نیچه حساب شوه. یکی از حرفهای اصلی نیچه اراده معطوف به قدرت است. گپ دیگه نیچه دگرگون شدن یا تحول اساسی ارزش هاست. گپ دیگه نیچه و شعار که مثلا یک شعار کاملا فلسفی است، مرگ خداست. بد نیستم اینجا من داخل پرانتز بگم، چون ممکن است خب به هر حال شنونده های ما و بیننده های ما اقشار متفاوت باشند. من در این مورد بگم، من همین برای دوره دکتری که پذیرفته می شدم، یک از سوالاتی که گروه علمی از من پرسید همین بود که خب شما یک انسان با اندیشه های دینی، چطور در رابطه با مرگ خدا تز نشته کردید؟ و من خیلی کوتاه و شفاف جواب رو دادم، گفتم مرگ خدایی که نیچه میگه اون خدای دینی ما نیست، اون خدای متافیزیک افلاطون است، خدای متافیزیک ارسطو است، خدای متافیزیک غرب است، تفکر 2400 ساله غربی.
خب برگردیم به حرف خود نیچه. گفتیم که شعارهای متفاوتی داره، یکیش اراده یا قدرت است، یکیش دگرگون شدن اساسی ارزش هاست، یکیش مرگ خدا است، یکیش عدالت است، یکیش سوپرمن است، ابرمرد است. اینها همه با هم دیگه که جمع شود در حقیقت یک بیان جدیدی است از نیچه که فضای مدرن، افق عالم مدرن به پایان میرسانه و افق جهان پسا مدرن را باز میکنه. و از این جهت فلسفه نیچه فلسفه است که صرفا یک فلسفه محض نیست، که به هر حال علاقه فلسفه محض باشه، مثل بعضی دوست داره درباره وجود، درباره زمان، درباره یک مسئله فلسفه محض فکر کنه. نه، فلسفه محض فلسفه تمدن غربی است، یعنی اخلاق غرب را، علم غرب را، فیزیک غرب را، عرضم به حضور شما دین دیانت غربی را نیچه در پس فلسفه خود تحلیل میکنه و میگه که این چه سمت و سوی داشته و ما چگونه در مقابل این جهتگیری بیستیم و چه تغییری ایجاد کنیم و چه فضای جدید باید ایجاد کنیم. از این جهت نیچه قابل تأمل است، هم برای شناختن غرب، هم و جالبم اینجاست، حالا چون شما گفتید باز اگر در سوالات بعدی لازم بود ما بیشتر باز میکنم، یکی از علاقه های نیچه همی بود که میگفت اسلام آنطوری که باید به اروپا نرسید و علاقه مندی خاص نیچه به اسلام داشت. فقط من یک جمله بگم، نیچه وقتی میگه اساس هستی، اساس انسانیت، اساس علم، اساس همه چیز قدرت است، منظورش از قدرت زور و نیرومندی طبیعی نیست، نیرویی که یک انسان بر دیگری زور میفروشه یا در مملکت ما رایج است یا به هر حال در خیلی از جوامع سنتی رایج است، نه خیر، بلکه منظور از نیچه بیشتر یک نوع عزت است، یک نوع کرامت است، یک نوع اقتدار درونی و خودباوری است. و احساس میکنه مخالفت که نیچه با دیانت مسیحی داره است که دیانت مسیحی می خودباوری را، این به اصطلاح عزت نفس، این خود ارادیت از آدمی میگیره. به همین خاطر که گاهی اوقات فلسفه نیچه را میگه فلسفه اراده، در ادامه فلسفه شوپنهاور که فلسفه اراده باوری است، فلسفه نیچه هم فلسفه اراده باوری است. و علاقش به اسلام هم از این جهت است که میگه اسلام یک دینی است که خود ارادیت و خود باوری و عزت نفس آدمی را محترم میشماره و برایش به اصطلاح جای باز نکنه. حالا در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر اخلاق، من خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم که مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر حسن اخلاق، مهمان ویژه دولت آمریکا در واشنگتن، دانشگاه کاتولیک آمریکا، موضوع سفرشون گفتگوی بین ادیان هستند که کنفرانس های زیادی در واشنگتن داشتند و امروز در چهره‌های آشنا مهمان ما هستند. جناب دکتر سامل آنتنتون، جامعه شناس مشهور، برخورد تمدن ها را در آینده نه رنگ ایدئولوژیکی دارد و نه بوی اقتصادی، بلکه ماهیت فرهنگی خواهد داشت. ایشان معتقد است که ماهیت و به گونه ای که تمدن ها توسط زبان و فرهنگ و سنت و از همه مهمتر مذهب یا دین از هم جدا می گردد. ایشان معتقد هستند که به خاطر امی مسئله مذهب و فرهنگ در امی عصر حاضر انسان ها با هم در جنگند و کشته می شوند. بفرمایید که نظر ایشان عرض به حضور شما. ساموئل هانتینگتون به عنوان یک نظریه پرداز بحث جنگ تمدن ها را مطرح ساخت و همینطوری که شما فرمودید میگه که این صرفا یک اساس ایدئولوژیک نداره، چون در ایدئولوژی مثلا ایدئولوژی مارکسیسم در مقابل ایدئولوژی سرمایه داری به مناسبت اینکه دو نوع سیستم باید و نباید اقتصادی و اجتماعی هست، خب بر اساس ایدئولوژی ها با هم جنگ میکنه. و اگر ما در عصر زندگی میکنیم که الان بهش گفتم عصر پسا مدرن میگه، بهش عصر پایان ایدئولوژی ها هم گفته میشه، اگر در این عصر زندگی میکنیم و ایدئولوژی ها داره پایان پیدا میکنه، پس در این صورت ممکن است دیگر همچون جنگ اتفاق نیفته. ولی ایشان به خاطر اینکه توجیه کنه رخداد جنگ بین تمدن ها را، صحبت از این میکنه که این جنگ اتفاق خواهد افتاد نه بر اساس ایدئولوژی، بلکه بر اساس یک نوع زبان، فرهنگ، دین و یک نوع نگرش دیگه. بله.
خب اگر بحث است اجازه بدین که من سوال شما را یک پیوند بزنم با سوال پیشتر. بله. و او عبارت بود از صحبت از نیچه و بحث هایی که پیرامون نیچه میشن. بله بله. یک سوال اساسی که وجود داره و برای یک انسان به تنهایی میتونه مطرح شود و برای تمدن ها و فرهنگ های مختلف مطرح است است که ما صحبت از عقل میکنیم. عقل چیست؟ بله. ما میگیم انسان با جانور با حیوان فرقش در است که انسان عقل داره و دیگری مثلا روبا یا الاغ عقل نداره. یعنی چی داره آدمی؟ یک سوال مهم فلسفی است که جهت دهنده بسیاری از مکاتب و تمدن هاست. اینکه عقل چیست؟ بر اساس همین تعریفی که ما از عقل را میکنیم یک زبان و یک فرهنگ و یک دین و یک اخلاق شکل میگیره. اون نکته ای که مهم است است که بر اساس حرفی که ساموئل هانتینگتون میزنه و پست مدرن ها او کانتکست آماده ساخته برای گپ است که ما یک عقل واحد نداریم، عقل های متعدد و گوناگون داریم. یکی عقل اسلامی داریم، یکی عقل غربی داریم، یکی عقل چینی داریم. مثلا وایت هد مثال میزنه، میگه عقل با هوش فرق داره. هوش چینی ها، هوش ژاپنی ها، هوش کره ای ها هیچ کمتر از غربی ها نبوده و نیست. حتی در هزاران سال پیش اینا هم خط داشتن، اینا هم تجارت، بازرگانی و تجارت داشتن، اینا هم به اصطلاح فرهنگ داشتن، اینا هم شعر داشتن. ولی چی شد که تکنولوژی در دنیای غرب به وجود آمد؟ چی شد غربی ها به فضا فضانورد اعزام کردن؟ چی شد که موتر و عرضم به حضور شما تلویزیون و امکانات جدید مدرن را نخست غربی ها با انقلاب تکنیکی اول و انقلاب تکنیکی دوم زمینه را برش مهیا ساختن؟ چرا این در چین به وجود نماد؟ چرا در ژاپن به وجود نیامد؟ سوال بسیار اساسی است. بله. اونام هوش داره، اونام هوشش از ما کمتر نیست. داری به هوشی سوال فلسفی است. ولی چطور تمدن جدید از لحاظ تکنیکی، از لحاظ وضعیت جدید خودش در غرب به وجود آمد؟ جوابی که اونا میده، جوابی که خود وایت هد میده و های دیگر میده و نیچه میده و خیلی کسای دیگر میده است که عقل غربی غیر از عقل است که شرقی ها داره. عقل غربی عقلی است که به قول مکتب فرانکفورت اینسترومنتال، ابزارگرایانه است، سازنده است، کلکتیو است، حسابگر است. ولی عقل شرقی طوری نیست. پس ما تفاوت عقل ها داریم. وقتی که تفاوت عقل ها داشتیم در اینجا هیچ عقل دیگری را درک نمیکنم. عقل غربی گبه اسلامی، گبه چینی، گبه کنفوسیوس، گبه تائو، گبه هندویسم درک نمیکنه و عقل هندی گبه غربی را درک نمیکنه و این اردو هیچ کدام گبه آفریقایی را درک نمیکنه و هیچ کدام گبه سرخپوستای قدیم آمریکا را درک نمیکنه. لذا فرهنگ های متفاوت شکل میگیره، زبان متفاوت، اخلاق متفاوت، دین متفاوت، علم متفاوت. من علم مثال میزنم، میگه یک در چین شما با طب سوزنی خیلی از مشکلات شاید حل کنید یا تعداد از، و حالی که در نگاه رایج غربی یک چیز عجیب و غریب است، یک چیز غیر قابل فهم. چطور با چند تا سوزن زدن در بعضی از قسمت های بدن میشه یک بیماری را رفع کرد؟ میگه ما درک نمیکنه ولی اون داره این کارو میکنه. پس عقل های متفاوت است که عقل ها علم های متفاوت به وجود میاره، دین های متفاوت به وجود میاره، اخلاق های متفاوت به وجود میاره. چون اینها نمیتونه هم دیگر را درک کنه، با هم فاصله داره، پس با هم کانفلیکت و جنگ و تنازع خواهد داشت. لذا جنگ تمدن ها اتفاق میافته. خب. این گپی است که در فضای پست مدرن معنا داره، ولی اون چیزی که در مقابل است که ما ان شاء الله وارد و بحث خواهیم شد است که نخیر یک چنین چیزی نیست. بله بسیار مقبول. جناب دکتر، برداشت تازه شما از فلسفه اسلامی چیست با وجود که شما تشریح کردین از نیچه و از بسلا فلسفه ارسطو اینا، امروز چی برداشت میکنین از در شرایط تازه
خب اجازه بدین که من مرتبط با ادامه بحث این سوال شما را پاسخ بدم بعد و من این نکته را هم خدمت بیننده های عزیز اضافه کنم که سوال شما با توجه به نکاتی است که پیشتر و در زمین های آشنایی ما و شما مطرح شد و این که به اصطلاح برداشت جدید از فلسفه اسلامی هم اساس تزیس دکتری ما بوده است و هم به اصطلاح زمینه خیلی از کنفرانس هایی که پیش می آید. خب گفتیم که از لحاظ فضای پست مدرن عقل ها با هم فرق داره و این عقل ها چون با هم فرق داره نمیتونه هم دیگر درک کنه و چون نمیتونه هم دیگر درک کنه پس با هم دیگر در تعارض و تخاصم و جنگ خواهد بود. برداشتی که من دارم این است که عقلی که در فلسفه اسلامی گفته میشه با عقلی که فیلسوفای غربی میگن یک چیز است و چون یک چیز است با هم کانفلیکت و جنگ نداره و میتونه هم دیگر درک کنه، میتونیم حرف هم دیگر بفهمیم. بله. ما به خاطر اینکه بحث صرفا فلسفی نشه و دوستای دیگه ما بتونن استفاده کنن و انشاءالله در تماس هایی که هست من بتونم حالا بعدا هر وقتی بود از نظریات اونها استفاده کنم، من مثال های ساده تر دینی میزنم. ببینید دین ما، دین اسلام یک دینی است که ادعا داره معجزه اش کتاب است، قرآن. کتاب یعنی چی؟ یعنی چیزی که همه کس میتونه بخونه. این رو توجه داشته باشیم که معتقد است دین جهانی است، یعنی همه میتونه این رو بفهمه. پس این طوری سخن گفته که عقل های به ظاهر متفاوت میتونه او رو بفهمه، پس یک مبنای واحد داره که همه میتونه بفهمه و میخوام بگم که همه میتونه اگر متد صحیحه به کار ببره یک نوع بفهمه. پس در حقیقت ما اساس دین ما بر این اساس است که ما میتونیم یک نوع عقل داشته باشیم. این تکثری که به وجود آمده است به خاطر این است که متدهایی که ما استفاده میکنیم متدهای صحیح نیست. و توضیح بیشتر بدم، ببینید تا قبل از جهان مدرن تصور غالبی بود که انسانها عقلای متفاوت دارند و به خاطر که عقلای متفاوت دارند برای انسانها درجات و مراتب متفاوت قائل بودند. حتی در تفکر افلاطون، خب افلاطون که یک فیلسوف نامدار و یک فیلسوف تاثیرگذار هم هست، درجه بندی میکنه انسانها را. رسما هم میگه عده از انسانها جنسش از مفرغ است، عده از نقره است و عده از طلا است. عده جایگاه سر داره، عده جایگاه سینه داره یا قلب داره و عده جایگاه شکم داره. در حقیقت کاملا تقسیم بندی میکنه به خاطر که معتقد است مراتب وجود داره. گاگای ما احساس میکنیم در جوامع ما هم همچون چیزایی هست. خب اون نکته ای که مهم است، در نوع نگاه افلاطونی انسان ها یک نوع عقل نداره، یک نوع فهم نداره، فهم های متفاوت است و همین فهم های متفاوت مکاتب و اندیشه های گوناگون به وجود میاره. ولی ما میدونیم که دنیای جدید با دکارت شروع میشه. دکارت یک کتابی داره به نام Discourse on Method، گفتار در روش، که تکمیلش است گفتار در روش به کار بردن صحیح عقل. میگه این که ما چیزای متفاوت درک میکنیم این به خاطر این نیست که ما عقلهای متفاوت داریم، ما مراتب ذاتا متفاوت داریم، نه، به خاطر این است که ما روشهای درست به کار نمیبریم، به این خاطر است به خطا میفتیم. اگر ما روش به کار بردن درست ذهن خود را